شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. بریم ببینیم چه خبره. خب قبل از هر چیزی باید بگم که فیلم جدید آقای جلیلوند متاسفانه مثل خیلی از فیلم های درامی که توی یکی دو سال اخیر ساخته شده بودن قاچاق شده، در واقع اصلا اکران نشده در سینمای ایران و یک ضرر و زیان بسیار بزرگی رو به تهیه کننده تحمیل کرده. قبلا هم سری فیلم‌ها مثل فیلم آقای سعید روستایی هم قاچاق شده بود، مثل فیلم آقای هومن سیدی. خیلی رویه بدیه، خیلی رویه عجیبیه، خیلی رویه ناخوشایندیه. خیلی صحبت میشه که در مورد این موضوع، اینکه چرا فیلم‌های اجتماعی در سینمای ایران دیگه اکران نمیشن، فیلم‌هایی که به هر حال جزو فیلم‌های شاخص محسوب میشن. حالا لاود کیفی کار نداره، فیلم بدیه یا فیلم خوبیه، ولی اینکه فیلم‌ها در سطح گسترده اکران نمیشه، اینکه اجازه تماشای اونها در پرده سینما و به صورت جمعی به مخاطب داده نمیشه، یه پیام خیلی ناخوشایندی داره برای یک ملت، یک مرد، برای مردم ایران. اینکه شما قرار نیست مسائل اجتماعی رو به صورت جمعی ببینید، تفکر جمعی ندارید، شما فقط باید برید تو سینما مسخره بازی ببینید. این خیلی بده. اگه یه فیلم اینجوری اومده بود بیرون میگفتیم که اتفاقه، حالا باید میدونیم که از چه راهی منتشر شده، از چه راهی قاچاق شده و اصلا چه اکران نشده و مسائل دیگه، ولی وقتی که تعداد این فیلم ها نمیدونم الان چند تا شده، 4 تا 5 تا دیگه، میشه گفت اتفاق نیست. احتمالا یک رویه جدیدیه اینکه فیلم های اجتماعی رو ما حالا به هر بهانه ای نذاریم اکرانشن و یه دفعه سر از اینترنت در بیارن و رویه بدیه. میگم صحبت در موردش ساعت ها به طول میانجامه، شما حوصله ندارید نگاه کنید، ویدیو طولانی میشه. شاید بعدها بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم. خیلی احتمال خیلی دیگه هم بیان صحبت کنن در مورد اینکه چرا فیلم های اجتماعی در سینمای ایران داره قاچاق میشه. ولی فعلا اینجا جاش نیست. برسیم به خود فیلم. شب داخلی دیوار داستان مردی به اسم علی رو روایت میکنه. علی بینایش رو تقریبا به طور کامل از دست داده. افراد خیلی معدودی باش در ارتباطن. یک پزشکی هست که میاد بینایش رو چک میکنه و در مجموع علی داره فکر میکنه که به زندگیش پایان بده، تا اینکه یک زن به صورت ناخواسته وارد اتاقی میشه که علی درش قرار داره و ادامه ماجرا. همونطوری که گفتم شب داخل دیوار رو وحید جلیلوند ساخته. این فیلم سابقا در جشنواره ونیز به نمایش درآمد. اونجا می سری اظهار نظرهای زد و نقض در مورد فیلم مطرح بود. یه سری فیلم رو پسندیدن، یه سری فیلم رو از خانواده به دور بودم، ارتباطم قطع کرده بودم که مثل کارگر زندگی کنم و بتونم به نقشم نزدیک شم. یه همچین صحبتی، حالا خیلی جدی نگیرید این صحبت‌ها رو، حقیقتا این صحبت و صحبت رسانه‌ای هست، مقدار پیازداغش رو زیاد میکنن. در فیلم هم خبری نیست که اصلا شما نیاز باشه این کار انجام بدید. حالا خودمونیم دیگه، گریه کردن در مقابل دوربین کل هم، یعنی کل فیلم شما در حال گریه کردن هستید، نیازی به این مسائل نیست. واقعا هم نیاز نیست به اینجور صحبت ها برای اینکه بازی خوب رو بخوایم خراب کنیم. بازیشون خوبه، بازیشون قابل ستایشه. برای اولین اجرا در مقابل دوربین به اندازه کافی ستایش برانگیز است که نیاز به اینجور صحبت ها نباشه. اما برسیم به خود فیلم. خب فیلم لوکیشن محدودی داره. زمانی که شما یک فیلمی میسازید با لوکیشن محدود، آدم های محدود، خب این محدود بودن تمرکز تماشاگر رو به خودش جلب میکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما شخصیت های محدودی دارید، محیط خیلی محدودی دارید، کلیت فیلم در یک محیط اتفاق میفته. اینجاست که تماشاگر خیلی متمرکز میشه روی شما، متمرکز میشه روی قصه. اینکه شما چه چیزی میخواید در این لوکیشن محدود به تماشاگر ارائه بدی که ماندگار شه و در ذهنش بخواد تأثیر لازم رو بذاره، یه مقدار زحمت زیادی میطلبه. خب ما تو سینما نمونه های فوق العاده داشتیم، فیلم های 12 مرد خشمگین رو داشتیم، یه سری از آثار آقای جارموش همچنین وضعیتی داشت. حالا درسته که شب داخل دیوار اونقدر محدود به تک لوکیشن بودن نیست، گاهن یه فلش بک میخوره به عقب، ولی در مجموع کلا در یک مدل اتفاق میفته دیگه. و کلا موزن فیلم همینه. چرا؟ زمانی که شما شخصیتات رو میخوای معرفی کنی، دو تا شخصیت دیگه در کل میخوای معرفی کنی، یک سری جزئیات بهشون اضافه میکنی. این جزئیات ها در نهایت قراره به یک پیام واحد برسه. یعنی که شما کلی زیرشاخه ایجاد میکنی، در طول داستان اینا رو پرورش میدی و در یا این فیلم رو ببینید یا نبینید. بابا بذار تماشاگر حق انتخاب داشته باشه. تماشاگر که فیلم رو ببینه متوجه میشه فیلم خوبی یا بده، ولی وقتی فیلم رو نمیبینه اصلا مسئله فنی جلو بیاردش میشه دیگه. یعنی ما اینجا صحبت میکنیم نمیدونم بیاردشه دیگه. یعنی که خب یه مسئله بزرگتر اینجا داریم، ما اینجا نشستیم در مورد
مسائل فنی فیلم صحبت میکنیم. به نظرم به هر حال امیدوارم که فیلم اکران بشه، فیلم همه فیلم ها اکران بشن، همه فیلم ها حق اکران داشته باشن، همه فیلم ها به صورت گسترده به نمایش در بیان و همه ملت حق داشته باشن که فیلم نگاه کنن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم همه فیلم ها رو بتونیم روی پرده